با هم نوعان خود ارتباط های زیاد و مختلفی داریم که در برخی از موارد این ارتباط ها به اختلاف نظر، درگیری و نزاع می انجامد. دلایل پیدایش اختلاف انسان با دیگران زیادن که می توان به جهل و نادانی، کمفهمی و سوء برداشت، بیتوجهی انسان به رفتار دیگران و در برخی از موارد به گستاخی و بی‌ادبی و بیپروایی و در برخی از حالتها می توان به ظلم و غرور و غیره اشاره کرد انسان در زمینه های مختلفی با دیگران دچار اختلاف می شود در مسائل دینی و اعتقادی، در مسائل سیاسی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مواردی هستند که انسان در آنها به اختلاف های کم یا زیاد مبتلا می شود در واقع می توان گفت که پیدایش اختلاف در بین انسان ها از جمله سنن و قانون های خداوند متعال می باشد خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: فرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده اگر پروردگار تو میخواست همه انسان ها را به یک امت واحد و یک پارچه تبدیل می کرد ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولی که خلقهم و همیشه آنها در اختلاف خواهند ماند مگر کسانی که خداوند به آنها رحم کند یعنی همان کسانی که در پرتو قرآن و سنت بتوانند اختلاف های خود را بر مبنای شریعت و منطق حل و فصل کنند خداوند می فرماید ولی خلقهم یعنی برای این آفریده شده اید یعنی برای این آفریده شده اید که آزادی انتخاب داشته باشید و بتوانید حق را از باطل جدا کنید و آن را انتخاب کنید در واقع اختلاف نظر و نزاع و درگیری با دیگران پیامدهای بسیار زیادی را در زندگی انسان به جا می پیامدهایی که گاهن انسان آثار سو و بد آن را تجربه خواهد کرد و در زندگی وی و آینده وی به بسزایی دارند همه ما می دانیم که عدم استقرار سیاسی نبودن امن و آسایش در جامعه بالا رفتن جرائم و کشمکش ها بالا رفتن آمار طلاق درگیری های داخلی و خارجی بین کشورها پیدایش احزاب و گروهک ها و همچنین قطع رحم و اختلاف و درگیری بین اشخاص کسرت شکایت ها و دعاوی در دادگاه و خانواده ها می تواند از پیامدهای اختلاف نظر و نزاع و درگیری بین انسانها باشد البته ناگفته نماند که اختلاف نظر با دیگران روی دیگری دارد که می مثبت و ایجابی باشد و آن به دست آوردن راهی بهتر و نیکو برای پی برای بالا رفتن سطح زندگی انسان و ارتقا و پیشرفت وی می باشد ولی آنچه که خیلی مهم است این می باشد که انسان در رابطه های اجتماعی خود چه در رابطه های مثل رابطه های خانوادگی اگر دچار اختلاف نظر شد یا به چه شیوه و به چه سبکی عمل بکند تا اینکه بتواند این مسائل را حل و فصل کند اگر زوجین با هم دچار اختلاف نظر شدند و در برخی از موارد با هم همره و همنوا نشدند اگر بین پدر و مادر و فرزندان اختلاف نظری پیش آید اگر بین انسانی با انسان دیگر در معامله ای اختلافی صورت بگیرد اگر بین حزبی سیاسی با حزب دیگر دچار کشمکش و اختلاف نظر شوند در واقع می توان گفت که راه حل اساسی و اولین قدم برای حل این مسائل این می باشد که انسان نباید عصبانی شود چرا که عصبانی و پیدایش ناهنجاری های اخلاقی در درگیری ها نه تنها این که التهاب این درگیری را کم نمی کند بلکه دامن درگیری و پیامد های سوی آن را بیشتر می کند بگونه ای که انسان در مواردی کنترل این حالت را از دست می دهد و نمی تواند به صورت شایسته و بایسته آن را مدیریت کند در واقع می توان گفت که عصبانیت آتشی می باشد که انسان قبل از آنکه دیگران را با آن آتیش بزند خود را با آن آتیش زده است و نمی تواند مسئله را به گونه ای شایسته و بایسته حل کند در واقع عصبانی نشدن اولین هنری است که انسان در رابطه اختلاف نظر با دیگران و در پیدایش درگیری و اختلاف با دیگران باید آن را پیش روی بگیرد و از آن دوری کند چرا که عصبانی نشدن بهترین شیوه برای کنترل نفس و درون انسان و مواجه شدن با اختلاف نظرها می باشد خداوند متعال در, در قرآن کریم در وصف متقیان میفرماید: الذین ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الصفات منتقیان آن است که خشم خود را فرو میکشند و دیگران را مورد عفو و بخشش قرار می دهند این از صفت نیکوکاران می باشد از صفت متقیانی می باشد که می توانند خود را کنترل کنند و در مواجهه با اختلاف نظر با دیگران به صورتی دقیق و وارسته عمل نمایند همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب میگه انسانی که انسان قوی به کسی نمیگویند که تند و تیز باشد بلکه انسان قوی کسی است که در موقع عصبانیت میتواند نفس خود را کنترل کند و بر آن مالک باشد یعنی آن را در حیطه اختیار خود قرار دهد و همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و وقتی که مردی از وی درخواست کردند که ایشان را نصیحت کند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تغضب عصبانی نشو مرد چندین بار این درخواست خود را تکرار کردند پیامبر صلی الله علیه و سلم باز فرمودند لا تغضب در واقع عصبانی نشدن اولین کلیدی است که انسان می تواند بر شرایط موجود و نابسامانی موجود کنترل کامل را به دست بگیرد و آن را به نحو احسن مدیریت نماید و در صحیح الجامع آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند لا تغضب ولکل الجنه عصبانی نشو که در واقع جنت از آن تو خواهد بود یعنی اگر انسان در این حالت ها که با دیگران دچار کشمکش و درگیری های سخت و شدید شد باید بداند که عصبانی نشدن از اهمیت ویژه برخوردار است و سوالی که اینجا وجود دارد انسان چگونه میتواند این میل آتش افروز را در خود خاموش کند و به نحو احسن مدیریت نماید اولین قدمی که برای مهار کردن عصبانیت لازم است این می باشد که انسان در این موقع به خدای متعال پناه ببرد پیانبر خدا صل الله عله وسلم میفرمایند اذا غضب احدکم فقال اعوذ بالله سكن غضبه اگر هر کدام از شماها عصبانی شد و بگوید به الله پناه میبرم عصبانتش فروکش میکند و همچنین در قدم دوم انسان در این حالت باید سكود اختیار کند بهترین درمانی است که در این حالت انسان می تواند از آن استفاده کند چرا که در حال عصبانیت پرخاشگری و گفتن کلامی که خارج از اصول منطقی باشد می تواند پیامت های بسیار سوئی را به بج... وجود آورد و رابطه انسان را با دیگران کدرتر کند به خاطر همین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند اذا غضب احدکم فلیسکت هرگاه یکی از شما ها عصبانی شد ساکت باشد که با این سکوتش می تواند بر خود مدیریت داشته باشد و با کنترل خود را در دست بگیرد که بدین وسیله می تواند بهتر با مسئله ای که مورد نزاع و درگیری واقع شده عمل کند و مواجه شود و در قدم سوم انسانی که عصبانی شد باید تغییر حالت بدهد و یا اینکه از مکانی که در آن قرار دارد برای مدت اندکی هم که باشد خارج شود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس هر کدام از شماها اگر عصبانی شد و ایستاده بود بنشیند فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع اگر در این حالت عصبانیت از وی برطرف شد چه بهتر و الا دراز بکشد یا یا اینکه اگر انسان در مکانی قرار دارد که اون مکان قابلیت این رو ندارد که انسان بنشیند یا اینکه مثلا دراز بکشد برای مدت کوتاهی هم که شده به هر بهانه ای از مجلس خارج شود تا بتواند بیشتر بر نفس خود تسلط پیدا کند در واقع انسانی که با دیگران دچار درگیری می شود چه در درگیری های خانوادگی چه در درگیری های سیاسی چه در درگیری ها و اختلاف نظرهای مذهبی و دینی بهترین شیوه ممکن این است که انسان نباید در این حالتها عصبانی شود و باید اخلاقی را همچون اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به دست بیاورد و به این فرموده های خدا متعال و رسول اکرم صلی الله علیه دقت نظر داشته باشد و عصبانیت خود را کنترل کند تا اینکه بتواند بهترین شیوه ممکن را برای حل مشکل و درگیری داشته باشد هنر مدیریت اختلاف مردمان بنا به اختلاف استعداد در همه چیز حتی در دینی که خدا برای آن فرستاده است اختلاف خواهند داشت و در مسیر زندگی خواسته و ناخواسته در امورات مختلف دچار اختلاف و نزاع می به گونه ای که در مادیات و معنویات و در انتخاب راه حق یا راه باطل با داشتن اختیار دچار اختلاف می گردد و در واقع این از سنن و قانونهای خداوند است که انسان دچار اختلاف گردد خداوند سبحان می ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم و اگر پروردگارت میخواست همه مردم را یک امت بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد ولی آنها هموار مختلفند مگر کسی را که پروردگارت رحم کند در واقع اهمیت ویژه در این درگیری ها و نزاع و اختلاف آن است که انسان به بیراهه و جنگ و فساد و ضرر و تباهی و معصیت پروردگار کشیده نشود و این تنها با رحم الهی مهیا میگردد و کسب این رحمت و مهربانی خداوند هم با تمسک به فروده ها و قوانین های خداوند میسر خواهد شد من می يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الامر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است هنر مدیریت اختلاف انسان را از آثار هولناک و ویرانگر اختلاف و درگیری مسئول می دارد چه بسا اختلافات در امورات مختلف بین افراد به مشکلات بزرگی تبدیل شوند که در مواردی طرفین قادر بر حل آن نخواهند شد و آثار نابودگر آنچه دوستی ها و خانواده ها و ملت ها و انسان ها را نابود کرده و بشر در طول تاریخ خزینه های گذاف و زیادی را پای اختلافات به دلیل نداشتن مدیریت آن پرداخت کرده است. هنر مدیریت اختلاف به انسان نشان می دهد که اگر بخواهد در مدار بندگی بماند باید اختلافات خود را از راه گفتگوی مسالمت که اساس و بنیان آن باید پذیرش قانون های خداوند باشد حل کند و شالوده گفتگو خود را با آرامش و احترام و ادب و مشورت و گذشت همراه کند خداوند متعال می فرماید و غضل من صوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمیر از صدای خود صدای خود را پایین بیاور چرا که بدترین صداها صدای خر می باشد چرا؟, چرا؟ چون که خر گاهن بدون جهت و با صدای بسیار بلند عرعر می کند یعنی انسان مسلمان هیچ گاستون صدای خود را از حد لازم بیشتر بالا نمی برد و هدف وی از این گفتمان رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد که اگر انسان نتواند مدیریت لازم را در این فضا و در این زمینه داشته باشد قطعا نه تنها به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کند حتی گاها نتیجه عکس را هم دریافت می کند و آن بیشتر شدن و بزرگ شدن کشمکش و درگیری بین افراد می باشد حال اگر انسان مسلمان بعد از این دو مرحله که خاص به نتیجه برسد باید مرحله دیگری را هم کند تا اینکه بتواند بهترین شیوه ممکن را در حل اختلافات خود داشته باشد و آن مشورت کردن می خدای متعال در قرآن کریم میفرماید فرماید فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر یعنی ای محمد از در آنها درگذر و برای آنها طلب مغفرت کن و شاورهم فی الامر یعنی حتی با اصحاب خود مشورت کن یعنی خیلی در خیلی از موارد انسان واقعا برای حل مشکل خود یا نزاع و درگیری که با دیگران دارد نمیتواند راه مناسب را پیدا کند خدای متعال در این زمینه میفرماید فسالو اهل الذکر این کنتم لا اگر نتونستید واقعا راه حل و پیدا کنید از کسانی بپرسید که اهل خردن کسانی هستند که واقف به فرامین خدا و رسول خدا علیه السلام و هستند و این مسئله را همانند و امرهم شورا بینهم به نتیجه برسانید با مشورتی مناسب در فضای مملو از محبت و ادب شما می توانید این اختلاف نظرها را حل کنید اگر بیایم خوب نگاه بکنیم خیلی مواقع بین انسان ها گاهن درگیری ها انقدر سنگین و بد بوده که انسان ها نتوانستند حتی برای حل مشکل خود به کسی مراجعه کنند که بتوانند از آن جواب مطلوب و درستی را بگیرند چرا که فضا انقدر تنش آلود بوده است که هیچ کدام حاضر نبوده است که با کسی غیر از خودشان مشورت بکنند اگر انسان در فضای مشورت قرار گرفت قطعا معنای آن این است که هر دو یا همه آنهایی که دوچار اختلاف شدن قصد حل مسئله را دارند همه قصد آن رو دارند که بتوانند به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند اما یادمان باشد در این فضا باید انسان بر مشترکات خود بیشتر تکیه بکند و اختلاف نظرها را کوچک نماید به جای اینکه انسان ها گاهن اختلافات را آنقدر بزرگ کنند و از آن مثلا شاخه های مختلفی را به وجود آورند و به گونه آن را مثلا در بین یک دیگر پراکنده کنند که گاهن اصلا نتوانند و نمیدانند حتی از کجا شروع کنن برای حل مشکلشان یعنی گاهن آنقدر وارد فضاهای و یا مثلا حواشی می شوند که اصلا اصل موضوع را از یاد خواهم برد در مدیریت اختلاف انسان مسلمان سعی دارد اشتراکات را بزرگ بکند رشید رضا در تفسیرش قاعده ای را بیان می کند که خیلی زیبا گفته است میگوید نتعاون فی ما اتفقنا فیه و یعتذر بعضنا بعضا فی ما اختلفنا فیه یعنی ما در آن چه که اتفاق داریم یکدیگر را یاری می کنیم و در آن چه که اختلاف نظر داریم برای یکدیگر عذر می آوریم و یکدیگر را یاری می کنیم که مسئله را به نتیجه مطلوب برسانیم شما دقت کنید حتی در اقامه دین انبیا اگر به انبیا بخوان اقامه دین بکنند ولی اگر اقامه دینی صورت گرفت و مردم مسلمان و موحد فرق فرق شدن این اقامه دین به اقامه دین مطلوبی تفسیر نمی شود خدای متعال در سوره شورا آیه 13 می فرماید شرع لکم من الدینی ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما أوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أنشك ما از دین شماها تشریع کردیم آن چیزی بوده که ما به نوح وصیت کردیم و آن چیزی بوده كَمَا ما بر تو و چیزی که اقامه دین بکنید و تفرقه نکنید و در آن به فرقه فرقه نشوید یعنی اگر انسان مسلمان در اقامه دین خود یا در نزاع و درگیری های خود با دیگران تفرقه تفرقه به وجود بیاورد قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهند رسید نه تنها اینکه انسان در این فضا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید بلکه گرگانی که در کمین خوابیدن ان انسان را در این حالت تکه و پاره می کنند دقت کنیم اگر بین چند نفری اختلاف فکری چه از جهت فقهی چه از مسائل دینی به وجود بیاید بهترین شیوه ممکن این است که حل مسائل دینی بر مبنای شریعت با اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت بگیرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند علیکم بالجماعه یعنی مواظب باشید که به صورت جماعت عمل کنید از جماعت دور نشوید فان الذئب لا یاکل من الغنم الا القاصیه چرا که گرگ هیچ گوسفندی را نمیخورد مگر اینکه از گله دور شده باشد اگر انسان های مسلمان که با هم هم نوا و هم دل و هم عقیده هستند در مسائلی دچار اختلاف هم بشوند بهترین شیوه ممکن آن است که بر مبنای قرآن و سنت عمل بکنند و در فضای گفتمان قرار بگیرند و همچنین بتوانند حل مسائل را به صورت شورا به نتیجه برسانند، ولی نباید از هم جدا شوان و دچار تفرقه شوان چرا که امروز ما می بینیم بزرگترین مشکلاتی که در بین مسلمان ها در زمینه اختلاف وجود دارد آن است که کسانی که گرگ صفت و گرگ اندیشه هستند از این تفرقه سوء استفاده میکنن و سعی میکنن که از این آب گلالود ماهی بگیرند انسان مسلمان باید هنر مدیریت اختلاف ها را داشته باشد با هنر مدیریت اختلاف انسان نه تنها اینکه اختلاف را حل می کند بلکه آن را وسیله ای برای ارتقاء زندگی خود می سازد پس در هر اختلافی که انسان مسلمان با هر کسی چه از اقربا و خیشاوندان خود چه با دیگران و حتی در تفکرات سیاسی و عقیدتی و باوری خود با دیگران دوچار نزاع و درگیری و اختلاف نظر و دیدگاه شد در وحله اول قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مبنای حل اختلاف خود قرار میدهند و در فضای گفتمان به صورت نیکو و با نهایت ادب قرار می گیرد و سعی می کند برای حل اختلاف اگر خود به نتیجه نرسد از دیگران مشورت بگیرد و در این راستا بر مشترکات تأکید می کند و سعی می کند که اختلاف نظرها را کوچک جلوه بدهد تا اینکه به نتیجه مطلوب دست پیدا کند پس زندگیت را دوست داشته باش به زندگیت بها بده و در مدار بندگی خداوند زندگی کن